خدا آخر آقابت این ترم ما رو بخیر کنه ننه جان گوهر. آی دکتر شازده پسر جانم اینجا رو ببین، این همون 206 که برات ثبت نام کرده بودم، قولشو بهت داده بودم، تحویلش گرفتی نوکرت همون بزر دقیقه شرط داره. ببین برام سه هفته بهت وقت میدم ننه بزرگ تو برگردونی. اگه برگردوندی که فبقا این 206 رو با عشق تقدیمت میکنم، بر نگردوندی آتیشش میزنم روش سیب زمینی کباب میکنم، میکنم ته حلقه جلوی چشمات. سویچ آتیش میزنی؟ بیشور 206 آتیش میزنم، سویچ یدک نداره، ولی چی آتیشش بزنم؟ شوخی میکنیم؟ یه اپلیسون تو صورت من شوخی هست، من با شما شوخی دارم. اپلیسون؟ اپسیلون؟ حالا هر کوفتی سر از سختر رو بردی بذار با تو بذاری دانشگاه بعد من ایراد بگی. پدر من چی کار کنم؟ خودت جلوشو نگرفتی. من نگرفتم؟ کی بهش کتاب داد؟ خودتون گفتیم بده. کتابو مال کی بود؟ متاسفانه من. و کی مقصره؟ یعنی شما هیچ نقشی نداشتی؟ من نهایت 5% 5% تو 100% هیچی نیست. به این بهرام پسرم، من نهایت 3 ماه بتونم آبرومو حفظ کنم، بتونم لاپوشینی کنم که ننم سر پیری رفته معرکه گیری را انداخته، بقیهش تو توانم نیست. این رگ گردن باد کردن هم که بفاند گریه نکن بابا. گریه نمی کنم. باید عرصه رو به ننه بزرگ تنگ کنی، میفهمی؟ ها؟ وگرنه برام به اون خدا، ماشین بی ماشین، خونه بی خونه، زن بی زن، عزت زیاد. یه چیز دیگه قربونت برم، یه مطبی بود بهت قول داده بودم بعد اینکه درست تموم شدم پزشکی برات بزنم. بله. اونم کنسل. عزت زیاد. من اون که عرصر چجوری تنگ کنم بود. خودت یه پان سرخاب سفیدا فروش سیاری کمان بزن لطافت رو حس کنم که داری. این برای چیه دیگه؟ این برای خوشگله ها، دور چشم اینا خیلی خوبه. جنس دور چشم هم میزنم چطور؟ من نمیدونستم بز اینو یکی ها داری. شامپو مردونه؟ تو مگه زن نیستی؟ نه این چون بوش خیلی خوبه، من گشتم تو وسایلم همین یه دونه هم هست. چه معنی داره؟ هرچه خوشبه آدم میذاره تو ساکش. مرد 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 هیچ مرد 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 هیچ مرد مرد اصلا برای چیز رو کار من دخالت میکنی؟ من نمیتونم این همه ظلم رو ببینم و ساکت باشم. کدوم ظلم؟
اینجا خوابگاه منه، مقررات خودشو داره. واسه چی همه سرخاب سفیدا با خودت برداشتی آوردی تو دانشگاه؟ پایین همه رنگ رو قبل میشه سه طور دانشگاه رو رنگ کرد. تو نمیفهمم تو اومدی اینجا درس بخونی یا دلبری کنی؟ دو تا دونه ماتیک، یه قوطی دنبه. دنبه همه کافی بچی؟ میدونی چقدر خاصیت داره؟ بده من، بده من حالت جون میده. بده دشمن مقاومت تو به امور دانشجویی تذکر میدم. ببین تو برو اون اخلاق عجیبتو درست کن، لازم نیست من از این امور دانشجویی پیزوریت بترسونی. پیزوری؟ پیزوری، پیزوری، پیزوری. شنیدید؟ جلوی همه تون امور دانشجویی رو پیزوری دامید، فهمیدید یا نه؟ فهمیدین یا نه؟ بله گفتم، صد دفعه دیگه هم میگم، از هیچ کس هم نمیترسم. پیزوری، همه تون بگی پیزوری. پیزوری، پیزوری، پیزوری. پسرم بفرمایید من چی باید بنویسم؟ مادر جان مرحوم بفرمایید که بنده تعهد می نمایم از این لحظه به بعد الفاظ مبتذلی مثل پیزوری را به امور دانشجویی اطلاق ننمایم و در اموری که به بنده مربوط نیست دخالت ننمایم. اه؟ یعنی من اجازه بدم این خانم هر ظلم و جوری رو که دلش میخواد روا بداره؟ آخه این انصافه؟ والا به خدا اخلاق زن چنگیز خان از ایشون بهتره طبق کتب تاریخ. آخه این چه اخلاقی این خانم داره؟ من نمیدونم الهی بمیرم برای شوهرش. شوهرش چی میگشت؟ شوهرش منم. خیلی بد شد. الهی بمیرم برات مادر. قبل اینکه بگیریش میدونستی اخلاقش اینجوریه یا بعدش فهمیدی؟ جناب معتمدی بله، در انظار عمومی داره به بنده توهین میکنه و شما سکوت اختیار کردی؟ خواهش میکنم خانم زنگنه خونسرد باشین. خواهش میکنم. خب من چی بهش بگم؟ با این سن و سالش، با اون موی سفیدش، اینا همش تقصیر شماست خانم. بله شما. اینا چیه که برمیدارین میارین تو محیط دانشگاه ها؟ این چیه؟ این چیه؟ این اصلا چیز بدی نیست، الان بهتون توضیح میدم. این کرم آبرسان کامون پلاس پلاس من که تو سرما خوش میشه، همچی که میزنم مثلا انگار نه انگار. من چی کار کنم؟ خدا پوست منو خوشگاه فرید آقی خانم زنگنه. خب مردشون رو پوست خوشگه کرگدنی تو ببرم. چند مدل از اینا میزنی؟ کاسهیشو میزنی؟ فشارشو میزنی؟ پمپیشو میزنی؟ نه 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 نه، اون پمپیه که میگی خمیر دندون میسبه که بر دندونای خیلی حساس مناسبه، فاقد رنگدان و اسکرابه. من دندونا چون خیلی حساسه میزنم. گیدم لبخند عالی بودی؟ اینجوری میشه در به در نشی. اون وقت این چی؟ لابد با اینم دونه به دونه دندونات رو رنگ‌آمیزی میکنی نه؟ در به در نشی. این چیه؟ اونو الان توضیح میدم. یه براش برمیدارید. اینو چیه؟ این دیگه هیچی نیست. این هیچی نیست؟ هیچی نیست. والله ونگوت این همه رنگ نداشته. خانم اینجا دانشگاهست، اینجا محیط فرهنگیه. خدا لعنت کنه غرب رو. الهی خدا لعنت کنه مهاجمین فرهنگی رو. الهی آمین. نه اینا همه ساخت ایران، تولید داخل به خدا. اصلا این دخترمون به خاطر حمایت از تولید داخلی رفته اینا رو خرید. بله بله و حسبه. هی این میگه اون تایید میکنه. بسه بسه خانم، خانم محترم، من نمیفهمم شما با این چیه؟ اینو من میشناسم، این ماسک روشن کننده است، زغالی خیلی هم عالیه. آفره شفاف هم میکنه. مادر جان شما هم اینا رو میشناسیم؟ چه اشکالی داره آقا؟ اصلا چه اشکالی داره آدم به پوستش برسه؟ خب پوست خودتو نگاه کن، انقدر نرسیدی کدر شده، دندونات هم کدره. راست میگه معتمدی، کدری دیگه. آدم باید ذاتش کدر نباشه مادر جان، ذاتش از شما بعیده دیگه. شما با این سن و سالتون میتونید تو این دانشگاه به ما به لحاظ فرهنگی کمک کنید و برای دانشجوها الگوی خیلی. نه نه قربونت برم، این شهاب نبه کوچیکمه، زنگ گوشی ما عوض کرده. ببخشید، اصلا شما هر چی بگی من مینویسم. خلیل اومد، خلیل اومد. سلامتی پسر ننگوهر پزشک آینده. سلوات سلام 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 محمد. خوش اومدی. چیکار میکنی؟ داره دنبک میزنی. هر 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 چیزی آشه پشت پای ننگوهر دیگه. آره؟
من داره تو این شهر حیثیتم میره، تو دارم ترک میخورم، سرمو سوراخ کنی دود بلند میشه. خودمو داشتم آتیش میزنم، ننه گوهر ننه دانشگاه، شما داری آش پشت پا براش میپسی. ببینم من گفتم نپسیم، این لیلا دیگه. تو گفتی؟ کی دیگو از انباری آورد؟ جاله آج تو سر تو که اینجا بودی زنت رفته دیگو از انباری آورده. تو که دیگه آبجیت میشناسی دیگه، زورش زیاده، خب میتونست برداده بیاره. چه مسخره بازیه؟ جمع کن اینو بینم، جمع کن. یاده شوهرت افتادی. تو هم همش گیر بده به من این بسته. بیا بشین یه ده. یه بار نمیشه حالا من رو بشین. بیا بشین. بیا بشین. بیا بشین. بیا بشین. بیا بشین. بشین جمعش میکنم. اینو بریزیم بره. جمعش. خیلی خوب. بشین. بریزیم بره. حالا همه بریزیم. ربینه بره. حلوای منو بپسید. صورت جونتی حرفا چیه؟ برد بکنم. گلا بوغی سر من کنی تو شد. تو 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 تو. خلیل و من. نرش حتی ترمون. اینه. این بود. اینه. نمیخ تو خوش با پا راست نزدی، این بود دیگه، این بود با چپ زدم. چپ زدی؟ اگه بازی بلد بودی که موره نمیدازی بدر نخوره. من دازیدم چی میگی؟ بازی هم برای بازی هم خراب کردی. بدر نتا بابا دا آقا یه شطرنج سوال با قاطر بازی میکردم بهتر بود. فیلم اگه هست به که حرکتش میدی آخه. خب دادا اونم حیوانه چه میفهمه؟ حیوان توی که داری همش تقلب میکنی. آقا چه خوری نکن بابا، من جز حرکت تل فیل هیچ تقلبی دیگه اینا کردم به شرافتم قسم. آخه تو شرف داری؟ من ندارم، من شرف ندارم. اینا که متاسفانه همه دیگه تو این دانشگاه میدونن که تو نداری. آقا یه مقداری شطرنج مسابقات نیست، آرامشتون رو حفظ کنین. چی جوری آروم باشم آخه ها؟ وزیرشو زدم رفتم مستر و برگشتم وزیر تو بازی دوباره. والا منم تعجب کردم، بلا منم تعجب کردم، برگشتم دیدم وسط بازیه. اسبم چی؟ اسبمو چرا برداشته بودی؟ اسب ها؟ اسبت که اسبت اون خودش رفت، اون گشنش بودی رفت به جرس. مردی پاتو بذار بیرون این اتاق تا بهنشون بدم. نه من یه خواهشی از شما دارم، یه اشتباهی کردم، هممون میدونیم بیشوره، درسته؟ به خاطر من این دفعه کوتاه بیاد. تو کی که به خاطرت کوتاه بیاد؟ جمع کن بریم، من پامو دیگه اینجا نمیذارم. بیا بریم. دختر من، شما اینطوری شیون میکشی حتما نشسته بخورا، این حلقت برم میکنه. منو نگاه. بله. یک بار دیگه ببینم اینجوری بزک کرده اومدی تو خوابگاه من، خودم سنگ پا دست میگیرم دوتا روتو با هم میشورم. چشم. کدوم اتاقی؟ من 105. خوش اومدی به سلامت. ببین فروجک، هم اتاقی منه، نمیدونستم. و اما شما، بار آخرت باشه تو کار من دخالت میکنی، من مأمورم و مزهور. نه عزیزم، من چه کار به کار شما دارم، هر کاری میخوای بکن، من فقط میگم یه کمی آرومتر با لحن مهربون. نمیتونم مادر من، من نمیتونم. لحن من همینطوری جدیه، 8 سال با همین جدیت خوابگاه رو گذاشتم توخ به چشما. مدام دارم چارچشمی اینا رو حفاظت و حراست میکنم، نه تردد مشکوک، نه یک اتاق نگران کننده. خدا رو هزار مرتبه شکر، در 8 سال خدمت صادقانم یک نقطه کور، یک نقطه سیاه در کارنامه کاریم ندارم. ببین عزیزم، فکر میکنم یه نقطه کور چسبیده به پشتت. نپر تو حرف من مادر من، نپر. نمیپرم. یه نقطه خوابگاه من یک دژ محکم و نفوذ ناپذیره. خانم ببخشید، اداره امور رفاهی دانشگاه اینجاست؟ نه بله، این سیب بدیم بهش. نه موز سوسه. موز سوسه تر. نثار روح ابراهیم رحمانی، بلند صلوات بله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چای بفرمایید. گفتم چای سرد نشه واسه این. بفرمایید چای. بفرمایید. بفرمایید، تعارف نکنید. در خدمت شما ای آقا خلیل. پدر شما بزرگ ما بود. شما هم پسر همون مرحوم هستید. و بزرگ و نور چشم ما هستید. سلامت باشید. لطف داری ایوب خواهم، من کجا و بزرگوار کجا؟
میکنه واقعا. اصلا شما کیو داری با کی مقایسه میکنی؟ ایشون ریگ کفش آقا خدا بیاورزمش. شما یه دونه باشی ایشون یه دونه. البته ایو پامی فرمودی آ خلیل، من به همراه این عزیزان نمایندگان کفی 18 چرخ لیفتراک کامیون بولدوزر فولکس وانت خدمت رسیدیم که از شما حمایت کنیم. تشریف ببرید توی اتحادیه، بشین سرور ما، بشین چشم ما، بشین زبون ما، بشین قلب ما. بشین بودم متوجه شدم لطف شما به من زیاده، اما خب دیگه میدونی که من سرم شلوغه و واقعا سر شلوغم، خیلی فرصت ندارم. البته ورور میکنی شما، خدا شما باشه، خدا شما باشه که میگم خداته که بشه اینجا رئیس اتحادیه. خفه میشی یا خفت کنم؟ بفرمایید آقا خلیل جانم. اینجا دو تا نقطه سیاه وجود داره. الله اکبر. چی هست؟ یکی دومادتونه. کی؟ من چه نه میگم بله بله. دوم نقل خانم والده و دانشگاه رفتنشونه. دانشگاه کدومه ایوب خان؟ اصلا دوستان میگن شما نمیتونی جلو ننه تو بگیری، چطوری میخوای اتحادیه رو کنترل کنی؟ چی هم چی حرفی زده؟ بله ننه ما به خاطر هوش خانوادگی که ما داشتیم در صورت دانشگاه قبول شدن، ولی اصلا حرفا نیست که بخوام. اصلا ننگار مغزش کجا بود که اصلا بخواد به دانشگاه؟ تو چقدر اساس حرف تو آقا نکنیم. ننه گوهر دانشگاه قبول شدن، شما خودتون که در جریان هستید، ولی دانشگاه نمیرن، دارن میرن تهران از دکتر بهرام مراقبت کنن. در اصل دکتر بهرام کار کمی که نداره به عنوان یک پزشک حیوانات، چون کم ما حیوان نداریم که. بعد نسبت شما هر حیوانی ببری بعد اون درمون کنه، بعد نسبت گاو ببری، بعد نسبت مثلا شتر ببری، بعد نسبت گوسفند ببری، بعد نسبت موش ببری، بعد نسبت آقا مثلا آقا بعد درمون کنیم. بله آقا فهمیدم. به هر حال این قائله اگر ختم به خیر نشه، دوستان میرن دور کامبیسیروسی جمع میشن و به اون رأی میدن. سیروسی جای من بره اتحادیه، بعد اینجا رو تغییر کاربری بدیم. ماستوالی بزن آروم باش. تو چرا من نگرانی خیلی؟ تو زمانی که منو داری از قصه نخو، خودم یه تنه میام قضیه رو حلش میکنم. منم و رضا جان هر کی دوست داری جون پسرت، اینقدر چرت نگو، اینقدر حرف مفت تحویل من نده. مرد حسابی تو خشک شلوارات پاره میشه، 6 ماه طول میکشه به دوزی. تو میخوای بری جلوی کامبیز وایسی؟ ببینم این پسره داره چیکار میکنه، فقط تو تهرون داره چه غلطی میکنه. تو به اون چیکار داری؟ بذار درسشو بخونه، تمرکز شده شو. تو چیکار داری به اون کی؟ الو سلام بابا، خوب هستی؟ بهرام گوش بده، یه خبر خوب برات دارم. اون 3 هفته بود که بهت وقت داده بودم ننه بزرگ تو برگردونی، اون شد 2 هفته. بابا من تو 2 هفته چه خاکی به سرم بریزم؟ نمیتونم. ببین گوش بده، کامبیز بره جای من تو اتحادیه بدبخت میشیم، فهمیدی؟ اگر ننه بزرگ تو برگردون دست بر با تو نیستم، ننه بزرگ تو برگردون 206ت میشه 207، بر نگردوندی یه فندک میزنم زیر 206 کلش بسوزه بره، فهمید؟ دستو میگم با تو نیستم. همین که شنیدی بودو ببینم، یه این فندک بزن آتیشش بزن بینم جان. کف دارن یادم افتاد، من بنزین ریختم رو خودم جلوی ننه بزرگ، دارم افه میام که اون نره خودم آتیش بزنم، بنزین رومه فندک در آوردی که اینا بنزین من مفجر زمین مرد حسابی. حالا همین کارم، اون بنزین رو بچه بنزین رو برده بیا، شوخی نکن الان بهت نکن اون بنزین رو برده بیا دیگه، نکنه این غلط ها کوچینینی نکنه دیگه برای منو کنم. بیخیال جلو جم، این چه طرز رفتار با مثلا شرایط روحی منو نمیبینی؟ نه من قربون شرایط روحیت بشم. بهرامی پیداشون کردم، رفته بودم. رفته بودن خودشون. مجید جون. جونه مجید جون، مجید جون زهر مار، ظرف رو خودت باید بشوری. نه مجید جون، موضوع ظرفا نیست، یه خورده از ظرفا مهم. چی؟ ژتون غذا رو گرون کردن؟ نه مجید جون، ژتون غذا هم گرون نکردن، از اونم مهمتر. آقا مهمتره ژتون غذا که ما نداریم؟ داریم مجید جون، مادر بزرگم. ای وای
خدا بیامرزتش. خدا بیامرزتش. مرض خدا بیامرزتش. خدا رفتگار خودتو بیامرزه. زنده است. آقا بفرمایید. دختر ما بفهمید بفرمایید. خیلی ممنون، مناسبتش چیه؟ خوب و خیره. میشه جان. خم بشم رش، خم بشم رش. بشم تا لنگروت میتاله بلگش. خم بشم رش. دخترم بفرمایید. خیلی ممنون، مناسبتش چیه؟ خوب و خیره. نوشه جان. خیلی ممنون. دختر من بفرمایید. نوشه جان. خیلی ممنون، مناسبتش چیه؟ مناسبتش زهر مار. نوشه جان بکنید، یه سوال میکنم. روستا سوال، شهر سوال. بفرمایید آقا. خواهش میکنم. چه خبره ریه؟ گمش ببره برو اقابی بره باید. بفرمایید، خواهش میکنم. عهد و عیال خانواده در خدمتم. کجای تو؟ بگو تو دزدیدن. فکر کردی من دزدیدم ببره دبی؟ تو چه آب شدی داری؟ خطر ببره دبی 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 دبی. تو دیگه چه حرف نزن. از این حرفا بگذریم. من فکر میکنم که مشکلات ما حل شد. چطور حل شد؟ طبق آخرین تحقیقاتی که من کردم، ما میتوانیم شما را به عنوان دانشجوی مهمان در شمال ثبت نام کنیم. بریم شمال. بزن دست قشنگ را. شله شله. خم بشم رش، خم بشم رش. واسه ببینم من این همه درس خواندم که بهترین دانشگاه ایران قبول بشم، چرا سر خود واسه من تصمیم گرفتی؟ گد خدا خودت شاهد باش، دارن آخرین وصیتو تو زمین میذارن. چی کول کابیس بازی تو در میاری؟ کورو کوکو. آفرین آفرین آفرین. گد خدا تو اون روحت لعنت. اینجا نگاه بکن عزیزم، اگه جاساز میکردی ها بخلو نمیدن. چه خبره؟ همه بچه های خوابگاه میدونن وسایلشون چجوری باید بیارن. این چیه مامو جان؟ این بوتاکسه. این بچه های ترمالوی پزشکی راحت قشن یکی دوتا ژتون غذا رو میگیرن. این برامون نیست برای چروک های اینجا. خب تو سرم میگم تتوکار خفن میشستی من یه چند تا تتو خوب بزنم. یه دونه بود فارغ و تحصیل شد، عوضش ناخونکار تا دلت بخواد هست. قشنگ تو هر طبقه اینم دارم 13 تا 14 تا. آه ناخونم خوبه. ناخونم من میگم این چیزا زیادش هم خوب نیستا. ناسلامتی اومد این دانشگاه درس بخون. فقط درس و مطالعه. چشم چشم درس هم بخون. خدا اگه منو برگردونین دیگه لب بابا غزانی میزنم. بد میکنی میخوایی پیش ما باشی؟ سلام، حال شما خوب هستی؟ باباش هماهنگ کرده ببریم به شمال، دانشگاه شمال. اون چیه؟ اون چیه؟ ای؟ ای مارکش جدید آلمانی هست، خیلی هم چیه. این چنده؟ شما این چند میزنی؟ این پنج، شیش، ریشا رو میگیره. ماما جان وقتی این کار هست؟ جواب من نده؟ من شمال نمیام، همینجا درس میخوانم. خب چی کارش دارین؟ بذارین همینجا بمونه. من بهت قول میدم مثل دختر خودم روی چشمام ازش مراقبت. سلام، 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 سلام. خانم احمدی، رونوشت تعهد انضباطی امور دانشجویی آوردم برات که بذاری جلوی چشات. وارونه گرفتی که. اون چیه؟ اون چیه؟ شما هنوز پات به این دانشگاه باز نشده؟ امور دانشجویی؟ اون چیه؟ من دیگه بچه هم بسپارم به شما؟ جلسه توجیه دانشجویان جدید الورود دیر نکنید. چشم، الان میشه. آره خلاصه مجید جون، اینم ننه جان گوهر ماست که متاسفانه الان در خوابگاه شماره دو دختران ساکن هستم، همین بغل. ببینم؟ آره. ایداده ایداده. ولی واقعا ازت ممنونم. برای اولین بار به جایی که مثل یک شغال پک و پوز وا کنی و هار 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 شروع کنی و خندیدن، کمی داری انسانی با یک موقعیت درام. خاک برو سرت کنن. خودت دام قبول شدی ننت پزشکی؟ شعور داشته باش. اجازه بده دو ثانیه یک نفر ازت تعریف کنه. عزیز من ادیبی تو مثلا. برامی میگم بیا شوهرش بدیم رکورد گینسو تو سن ازدواج دانشجویی بزنه. خجالت بکش هیچی بده. بهت اعتماد کردم مثل یک کفتار جوون با قضیه برخورد نکن. انسان باش. منو گوش کن. اشتباه کردی، بهم اعتماد کردی. چون الان بمب خبری دانشگاه شدی رفت. الان به همه گزارش میدم. خواهش میکنم این کارو نکن. بچا! من جون مادر داره بشه. من تو بیار پایین دوباره. ببین عکس کیه؟ عکس کیه؟ آقا ننه بزرگه برنامه اومده هم دانشگاهی ما شده.
مزی چیکار میکنه؟ عکس ناموس رفیقاتو داری به همه نشون میدی؟ بیه غیرت خور زیگه عکس ناموس ما رو بخواه نشون بده. آروم بابا آروم، بذار برم تیکه تیکه شو کنم برم. نه رحم کن بهشون، بذار برم تیکه تیکه شو کنم یه دفعه. حالا بهشون رحم کن، بذار برم برم، بذار برم بیا برو دیگه، برو استخوناتو خورد کرده بفرستم اتاق. خب راست میگه، تو عصبانیت هم پس میگه. درسته، آروم باش عدیب من دیگه، شما شاعری عدیبی. درسته درسته. این چیه؟ این 207 206 ماشین منه. اگر ننه جان گوهر رو ما از دانشگاه بیرون کنیم، ماشین می شود 207 به علاوه پول پیش یه خونه که پدرم لطف میکنه به من که من خونه بگیرم. درسته؟ بله. پس شما کمک من میکنی که ننه جان گوهر رو از دانشگاه بیرون کنیم. بابا برنامه این کار خیلی غیر انسانیه. غیر انسانی چیه عزیزه داره من؟ شما مگه نمیخوای با سارا خانم نامزد کنی؟ هم ماشین در اختیارتون قرار میگیره برای دور دور بعد از نامزدی، ولی همچنین هر وقت خواستین کلید خونم هم بهت میدم. برام جانم مردی سمنم تو شیفتی لیپ نکنم خوبش کن. سلام، ببخشید به من گفتن انگار تو این اتاق باید ساکن بشید. بیا پای بله همشتون ننه بابا ندارن اینا، بی خود بچه هر کی دکتر نمیشه که. این نوه فخری خانم طبق معمول رو پشت بون رفتیم بیرون، یه لچکی رو سری سرتون کنیم. نوه فخری خانم 8 سالشه خلی. نر که هست تو نمیخواد به من بگی. بعدم یه چند تا لباس برای ننه بذار، میخوام ببرم تهرون سرد شده میچاد. مادر جون لباس گرم به اندازه کافی بود، نگران نباش. من با شما صحبت کردم، من راجع به ننه خودمون دوتا دارم صحبت میکنم. شما که از اول با ننه من بد بودی. خلی تو چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ چه دریوری میگی؟ مامان همه چی به خودش برده، ریالت راحت. آقا یک به دو با من نکنی، خیلی خوب برد. من یه سوال تو دارم که دخترشی، اون همه چی با خودش برد، تو اونو نمیشناسی؟ حواسش جمعه، اون همه چی رو برده، شامپو برده، حوله برده، همه چی با خودش برده، نگران نباش. مسواک برده؟ کسی از مسواک نبره؟ ارواح خاک آقا جون همه چی رو برد؟ خلیل جان همه چی با خودش برد الا تو رو، که این ملکه اعذاب افتادی به جون ما. چی میگه؟ اشتباهی کرده اینو گیر. صندلشو برد. کمر درد بگیره تو میخوای جمعش کنی. ها؟ یه چیزی نبرد. اوزگل من برم بکشم پایین. الهی بمیرم داداشم، دلش واسه مامانم تنگ شد. نه قربونت برم، اون داداش روباهت حتما یه نقشه ای داره. ببین که بهت گفتم میگن جلو هر کس و ناکسی راجع به خانوادت حرف نزن. جلو جون راحت باشی وقت تعارف نکنی یا شانه جون رو میگرد جدنش درد. بازی نگاش کن نگاش کن، این سره احساساتی داره را میره. آقا من بمیرم هم نمیزنم پسر جا سامیارو بگیره، سامیار که نمورده سکماش این چیز میشه. خلا عزیز ده من از کمام در بیاد که نمیذارم برگرده دانشگاه. ولیدم این چه حرفی میزنی؟ هنوز چیزی مشخص نشده است که. باشه به هر حال مجید جان، همه چیز رو انداختن گردنش. بمیرم هم نمیذارم این پسر جا سامیارو بگیره. آقا یا جاشو بگیری یا جاشو نگیره، من ننه بزرگم و از دانشگاه بندازیم بیرون، بعدش خودمون خونه میگیریم. هر کی میخواد بیاد تو خوابگاه، هر کی نمیخواد نیاد. اشغال هر شب تا اندازه‌ای که چی؟ چی؟ تا چی؟ تا چی؟ مانع درسمون نشه. مانع درسمون نشه. آها اینم ننه بزرگه تربه یکی ما. میمردم من این کتابامو بهش نمیدادم. سمور نقره‌ای کار خودشو کرد. میگم این دختره کیماش؟ دیده من چشی تو درویش کن دیگه، لابد هم اتاقیاش هست. این تلسکوپ زل زدی به نوا میسه مردم. شما دارم تو مگه عاشق ساره نیستی؟ سلام. شرمنده مادر جان، فقط دانشجو ها میتونم برمونم. مادر منم دانشجو هم، نگاه کن اینها ببین
گوهر احمدی دانشجوی ترم یک پزشکی. آقا راست میگه، تازه یه تعهدنامه کمیته انضباطی هم ازش گرفتن. مرسی. با اجازه. بریم محله دانشجویی. خانم بله بله. سلام حال شما. دانشجوی ترم اول تخصص اطفال. بله. بابا جان والدین من هستن قربان. شما بفهمید آخه. شما یه گوشه واسین بزنید بقیه دانشجو هستن. سرش مثل باز انداخت. بیا بریم. با شما خانم. بابت منه. هر کی باشه. دل نگرانه قربانتون برم. همینجوری همینجوری حل بکنم. 2000 تومان الان حلال مشکلات بلمسان چون روز منه. قربان تو من برم عزیز من. بذار ما بریم کار ما رو راه بنداز. ما فدای شما بفرما بفرما وای سابینا پاره میشیری آقا چیه تو خرج افتادی. قربان تو من برم به شادی مصرف بکنی یه فاتم برای عباد ما بریم کجا داری میری آقا چیه الان با هم میریم دفتر حراست یه فاتحه دست جمعی آقا ولش کن آقا دوز گرفتی آقا اینه بده من بشته میده خب بده اونم 2000 تومن آقا چیه من مذرم اجازه فرمایی چون دست من راه بکن آقا 2000 تومن ببخشید یا کم بولی نیست که اگه بزنی طرف فرق میکنه بگو من پرداخت میکنم برای تو خجالت بکش چرا خجالت بکشم دست پلیس که دادمت آدم میشه تو فهم کنی با حیوان طرفی برو آقا آقا ببخشید آقا یه حرفی زد خواهش میکنم چی قربان من برم به خاطر این مادر میبخشم منم به خاطر این مادر چی آقا مادر چیه ما چه سلام ما گیر بریم تو آقا بفهمی خانم بفهمی رها کن آقا رها کن قربان تو برم بفرمایید بچه جون بفرمایید خواهش میکنم من اینو یه روز تنها پیدا میکنم چنان بزنم تو دهنش با برف سال دیگه بیاد زمین خیال تو راحت باشه میگم نکشی ما رو آنور چه وردیزگر این حرفا رو بذار کنار الان بچه ما این جمعیتی که ببینا هول برش بنده بر میگرده میاد اینجا میگه من از خیر این دانشگاه گذاشتم برای شما رو ثبت نام بکنید بعد ما رو چیکار میکنیم همون دور اطراف یه خانه پیدا میکنیم بچه مراقبش هم میشه حالا حرف نزن دیگه دو تو منی تو بگیر خوب شد گفتی آفرین بفرمایید خواهش میکنم خدا قوت میگم که تو نیکی میکنه در دجله دست که عزت در بیابان داد فاس این بیشتر به اون پول نیاز داره من تو از این پولا زیاد خرج کردی بلند بیشتر میگم که دعوت میکنم از ریاست محترم دانشگاه جناب دکتر نظام الدین اورکی تشریف بیارم و ما رو از وجودشون بهره مند کنن به افتخارشون خیلی ممنونم خیلی ممنونم با سلام خدمت همه شما عزیزان خیر مقدم عرض میکنم ورودتون رو به دانشگاه بزرگ فرهیخته باد من اگه تو رو بر نگردونم این سیبیلا رو میترشم جاش یونجه میکنم خدا شاهده هنو نشناختی خلیلو شده بازی با این دلغم یادت نمیاد همه قول و قرارایی که داشتن واسه جلی پای این همه قول و قرار بشسته خواهران برادران سلام علیکم فرمایشات گوهربار جناب دکتر اورکی رو شنیدیم استفاده کردیم با کسب اجازه از محضر ایشون و اساتید محترم میرم سر اصل موضوع که اون هم مسئله پوشش بین خواهران و برادران در دانشگاه فرهیختگان است پوشیدن تیشرت های چسب و جذب با رنگ های جیغمان شلوار بدون سوراخ بدون رفو بدون بستگان شلوار تره پاتریک مجاز خانوم برادر من خودت داری میگی ته یعنی ممنوع ممنوع هم یعنی جریمه هر گونه روکش دندان از سرامیک گرفته تا لامینت برای دانشجویان محترم ممنوع شما به داخل دهن ما هم کار دارین خانوم تا زمانی که دانشجوی این دانشگاه هستین ما روی تمامی اعضا و جوارح شما حساسیم دهن که جای خود داره اگر اجازه بفرمایین من یک مدل زنده روی سن دعوت بکنم که از نزدیک خواهرها ببینن که یک مدل زنده افاف چگونه باید باشه خواهرم شما تشریف بیارید بله خود شما بله خود شما بله
خواهرمون که جای مادرمون هم هستن نمونه بارز شعار از گهواره تا گور دانش بجویه. درس خونده، خوبم خونده و تونسته در پزشکی رتبه بالایی بگیره. جای تشویق نداره؟ مادرمون خانم احمدی علاوه بر اینکه درس خوان هستن بسیار هم خوب میپوشند. زیبا، جادار، مطمئن، مانتوی گشاد، خوش رنگ، بدون هیچ گونه درز و چاک. بچرخید مادر من، بچرخید، بچرخید قشنگ، ملازم میفرمایید. کاملا مناسب برای تابستون جای 4 تا 5 کار میکنه. به لحاظ آرایشی خواهرها اصلا نباید آرایش بکنن مثل مادرمون. نهایتاً یه بند انگوش کرم که من فکر میکنم مادرمون ضد آفتاب زدن. بله؟ بله. این بچه ها عقل و شعور دارن، میتونن خوب از بد تشخیص بدن، درسته؟ بله. شما همین جوهر تعهد خوش نشده، یادت باشه. من سن و سالم بالاست، سلیقه‌ام تو لباس پوشیدن اینجوریه. اینا یه باش جوونن، واسه چی میخوای مجبورشون کنیم مثل من لباس بپوشن؟ بذار راحت باشن. خواهر من دانشگاه قانون داره، مگه اینجا پارکه که هرکس هر جور دلش بخواد لباس بپوشه؟ برید بیرون آرایش خدیجی بکنین، موهاتون هم هفت‌رنگ. به من ربطی نداره، ولی اینجا نمیشه. چرا فکر میکنین هر قانونی که میگین، هر دستوری که میدین، هر حرفی که میزنین درسته؟ درود به شرفه. بشین برادر من، حال شدین؟ من با بیباد و باری مخالفم. ما هم با زور و اجبار مخالفیم. آها! مسئولین دانشگاه، احترام، احترام. مسئولین دانشگاه، احترام، احترام. تکلیف شما رو باید امور انضباطی دانشجویان جناب آقای معتمدی روشن بکنه. بده به من، بده به من. درست بچه های مردم رو تحریک میکنی، درستت میکنم، درستتون میکنم. مسئولین دانشگاه، احترام، احترام. مسئولین دانشگاه، فرقی جان نگاه بکنه دیرایا، ای بارت تماش نشتی پایا، من ده عاشق نبم، توبه توبه توبه. آخ اینقدر دیروز بود جانت. آمه جا من اینقدر نگاه هم مصبته بلا میسه الهی من تره بینیم تین نگاه یا قربان برم من. خانم من به دلم برد شده که الان که اون دختر گل ما اینی یک پرنده پرواز بکنه دوباره برگرده پیش من تو. چرا؟ چرا؟ چون دختر من تو جمعیتی که میبینه میترسه، میاد میگه که من اصلا از خیر این دانشگاه گذاشتم، من میخوام برم شمال اونجا ثبت نام کنم. شاید اصلا دیدی خانم ایشان اصلا کلا از دانشگاه کلا زده شد. آفرین. چرا؟ چون با چی من خجالتیه؟ بابا رفته دیگه. من قربانت برم. الهی من برای این بمیرم. خدا نکنه من برای جد شما بمیرم. بلا میسی نه برای جرات بمیزی. چی میگی تو؟ آفرین. آفرین کیو؟ آفرین نیست. آفرین. آفرین. گرفتم من بچه‌ام خواستم به این بسپارم. من کمکت بخوریم از بگم. ببخشید یه مصدق اوقات شما هم شدم من. نه بابا چاکرین، فقط 7-8 کیلومتر کوبیدیم واسه این خوش سفارش میداد بهتر نبود؟ باشی چه حرفی، ننم من 8000 کیلومتر براش میره، بعدم ننم پیره فرسوده است، تن و بدنش میلرزه، بنده خدا لقمه داره، چایی خیلی میخوره، عاشق چایی. گفتم کارش لنگ نمونه. ننه منو کجا داری میبری؟
قربونت برم، تو اینجا چی کار میکنی؟ اینو برات آوردم، کتری آوردم برات. ای نفسم، آه که پاتم. لاکیه یا فلزیه؟ لاکی یا سرامیکی، حالا هرچی. ایشالا اخراج که شدی میمونی خونه تو چای درست میکنی. چی میگی ننه؟ پایی داری اخراج میشی؟ بله بله، برادر من اخراجش که به امید خدا 100%. پادر میونی هم نمیکنین که هیچ فایده ای نداره. کسی بالا نمیاد. بالا برای چی بیام؟ قانونی نی، من خودم یه عمر چیز قانونم، همه میدونم. موتی؟ موتی قانونم من. احسنت. حالا واسه من موتی شدی؟ آره دارم برام. حالا شدم. من یه عمر بنده قانونم، موتی چه؟ خانم قانونیه، عباد کنیم. برادر من وقت قانونیم. ما اصلا همه خانوادگی موتی قانونیم. من خودم تو گاراژم خدا شده تمام قوانین اجرا میکنم. راننده ها همه بیمه، پلیس میبینیم تا کمر تا میشیم. بریم بپرسی. قانون باید اجرا بشه. آقا بریم سریع ننه من اخراج کنم. بگیم بچهش پایینه. بریم پیرزن رو زودتر اخراج کنم. بذاریم بیا گرفتاری. بپس. ای خدایا بزرگی تو شوک. از الان که این پیرزن بعد اخراج شد به دل من انداخت این کتیو بردارم بیارم. تنها من نکه. جناب معتمدی. بله چه خبره؟ یک مورد اورژانس پیش اومده، باز کنید لطفا. بله 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 بله، چند لحظه تحمل بفرمایید. الان میام خدمت. جناب معتمدی، جناب معتمدی. بله بله، من فقط باید چند تا پرونده اینجا هست که من باید اینا رو جا به جاشون بکنم. این پرونده رو جا به جا کردم میام خدمتتون. جناب معتمدی، باز کنید در. دردم مرس نمیش کننده، باز کنیم. چه خبره؟ چه خبره؟ این چیه؟ چی؟ من یه چیز اشتباهی رو پاره کرده بودم که خیلی مهم بود، ریخته بودم تو سطل آشغال، داشتم دنبالش میگشتم که احتمالا این چسبیده به صورتم. با کله رفته تو سطل آشغال؟ الان شما اینطوری در زدی که راجب کله من حرف بزنی مادر جان. نه خیر، اومدم بگم این خانم جلسه معارفه که ما رو به آشوب کشیده. آقا من گلوم خوش شد، بریم توی یه چایی به من بده، میخوام درباره اخلاق این زنت با حرف بزنم. حالا ما... گفتم بازم شما مادر جان، ما داستان داریم با این کبرا. کبرا و در کبرا و مرس ها کن پوستتو. بزن و دانش نشانه اعتراضی جلو. سری سری سری. اگه این چسبه رو بردارین راحت تر میگیم. راحته بچه راحته، فقط اگه نخواهیم بزنیم به دهنمون یه چند تا مفتکی نمیدیم به خودمون. نه خیلی نمال اعتراضه دوستان، اینا فقط به نشانه اعتراضه، هر کسی هر چسب دیگه میخواد داره دارو خونه دانشگاه. بیا بیتو گرینه کنم، این کپچتو میگیرم میندازم دور. همه جونی یه جوری باش صحبت کن، جوری با ترس. خب نگاه نافذ تو هست همه جونی، نگاهی که میکنی آفره. باشو ببین تدیروز منم تدیروز یه غول دو غول بازی میکردی، امروز یه هلی دیویس نهینی. من شما صلاحیت ماندن در دانشگاه رو نداری، میریم شمال را بیافریم. خدا اگه منو برگردانید افسرده میشم، مریض میشم میمیرم. به جهنم که میمیری، به تو شعور نداری، تو شعور نیاره ده بسنی تو رو بگیرم بدبخ میشی. من خیلی هم شعور دارم، حرفم همان بود که زدم. چی؟ برو نمیگردم خانه. بابا چقدر بدبختم. برو نمیگردی ها؟ نه. خیلی خوب، میخوایی با منی؟ با من، اما حق نداری اسم من مادرت دیگه بیاری. اصلا بریم اما جونی زهر مار بریم. اون چیه بابا میگی زهر مار؟ من مادرت میخوام بلا میسر. ببین هر ده قدم که گفتم بر میگه دیم نافذانه با مادرانه بهش نگاه میکنی. آها. 8 9 10 حالا برگرد نگاه کن چی شد. بیا برگرد برگرد بلا میسر. تو الان استرس داری، نگاه مادرانه شما همچین نافذ نیست، الان غمگینانه و مادرانه. احساس کن که داری میخوای نگاهش کنی. بگه برگرد. باشه 8 9 10 برگرد. ترکیم من اصلا برای نگاه نکنم. بیا دیگه را حرکت کن. بیا ببین قربانتون برم، اجازه بده فهم کار دست پدر. آره، بسپرم. نگاه نافذی، نگاه پدر، نگاه نافذی. من الان نگاه میکنم بر میکرده اصلا میاد اینجا پیش خود من. نگاه کن. نو ده چیه؟ چی شد؟ چی شد؟ چی شد؟ آفرین. چیه؟ خود خدا تو اون روحت لعنت بریم. دیگه اصلا پدر من اینجا
چی شده باز اومدی همین جو باید تو خودتو بکنی گاوه پیشونی سفید داد چه؟ مثل اینکه یکی از این بچه ها تو معارفه جدید زده تو پوزه زنجنه. بله چه عالی، کی بوده حالا؟ نمیدونم دقیقا یعنی چی؟ نمیشه نمیدونی کی بوده؟ مگه میشنه؟ ننه بزرگت شما اینجا چی کار میکنی پدر من؟ چست خودتان سلام. سلام مادر جان، شما میکروفون دیدی جوگیر شدی؟ آره دانشجو برون میدن زلت نمیپذیرد. این که میگیم شلوار باب اسفنجی نپوشید این زلته آیا؟ دو روزه همش دو روز این دانشگاه باز شده، انقدر روژه گونه و پالت و سایه جمع کردیم که باش میشه برج میلاد و رنگ کرد. برو بالاتر آقا، برو بالاتر. تقصیر زنت بود، منو برد بالا سکه یه پولن کنه. زنگم بده من شما رو به عنوان یک مدل محجبه ببرم روی زن که دخترای جلف گوش ببینن الگو برداری بکنن؟ بچه 18 ساله از من پابله به گور الگو برداری کنه؟ زیبا جادار مطمئن؟ تبلیغ یخچال میکنیم اگه؟ آقا این از یکی پول میگیره این حرفا رو میزنه. ندیدی چه جوری به هم نگاه میکردن؟ آقا بیژن این زنت عمدن منو برد بالا زایم بکنه. باور کن اگر اشتباه میکنم خاک بریز رو این شست. قطعا اینطور نبوده، قطعا اینطور نبوده، من اطمینان دارم. بعد برای چی الان به من گفتیم بیژن؟ بیژن معتمدی اون خوانده که میگه من گه اون بیژن مرتضوی. بسه بسه بسه، خواهش میکنم، من محمود معتمدیم مادر جان، نکنید این کارا رو. بعدشم فقط به احترام خانم زنگنه است که من یک تعهد دیگه ازتون میگیرم برای آخرین بار، اونم فقط به احترام موی سفیدتون. همین. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اما این زن دیوونه است، بعدم میام تعهد. خانومه خانومه معتمدی بشم ایشالا، بی تعهد بشم ایشالا. زنگنه زنگنه، قانون مگه چیه؟ قانون منم، قانون شمایی، قانون ماییم. هر کی بیاد بخواد قانون رو نادیده بگیره و گل بگیری در اون مملکتو. شما بیا، من یه گاراژ دارم، خدا شاهده قانون رو ببین چجوری رعایت میکنم. باد لاستیک، نمیدونم بیمه راننده، شما بگو حتی تو چایی راننده رو من چک میکنم تو چیزی حل نشده باشه. قانون باید سر جاش باشه، ربطی هم به این نداره حالا ننه من باشه، عمه شما باشه، هر کی زیر پا میذاره باید برخورد بشه. اخراج، بندازیش بیرون. مرد حسابی، هر کی بخواد قانون رو بذاره زیر پاش، مملکت سنگ و سنگ. حالا مشکلاتی هست باشه، چسب بزن بیا بگو. دیگه دیدم یه سری جوونن بیکار وایسادن، گفتم یه سری تجربیاتمو در مورد قانون باشون در میون بذارم. ننمون اخراج شده، اجازه بدید ما ببریم ببخشید یکم قانون شکنی کرد، سعی میکنیم از این به بعد بیشتر تو خونه مراقبش باشیم. نه خیر برادر من، دانشگاه دیگه دانشگاه سابق نیست، پش با پرش ریخته. رئیس کمیته انضباطی یه تعهد گرفته با درجه در پرونده. همین؟ همین. چه خبره؟ خواهرها برادرها چرا اینجوری در هم مقلود؟ اجابتو درست که خواهر من، متفرق شید ببینم، متفرق شید ببینم، متفرق شید، متفرق شید. ببین یه مدت ازم دور میشی چشمم بهت نیفته، که تریتم بگیر مال خودت. ننه بیا خره شیطون بیا پایین برگرد، خدا شاهده برنگردی اینا اتحادیه رو از من میگیره. ببین خلیل، یه عم تو رو به دندون کشیدم کاراتو رو انداختی، از حالا به بعد همه کارات با خودت، مشکلتو حل کن، برو دیگه نبینمت. خدافظ مادر، مراقب خودت باش. خسته نباشی پدر، عالی بودین. من نمیدونم چرا نتیجه نداد، واقعا نتیجه میده الان. برو برو آیسا کاریت ندارم. بوی بابا بله، چیزی کم و کس نداری اینجا؟ نه. وزگر ننه بزرگه تا 10 روز دیگه برگشت. بل. که خب برگشت. بل. بر نگشت. بل. اینم میذارم رو 206 آتیش میذارم همه رو با هم. گفته بود این 2 هفته. 10 روز. 10 روز همه رو با هم آتیش میذارم. چه سیاه چشمت، هم رنگ روزگار،
از دست تو چه روزا روزگار بزار تو دادا چی کار میکنی؟ تو همش داری به حریم خصوصی من تجاوز میکنی؟ عزیزم من چی کار به حریم خصوصی شما دارم؟ میدونم عاشقی، میدونم تو فکر سار خانم بودی، قضیه ننه بزرگمو که حل کردیم، یه پلن شسته رفتن برای شما و سار خانم میچینیم. اینو بابا دا بخی از این گرون هستا. عزیزه دل من، قربونت برم، دوست ادیب من، تو چشت به همچین چیزی میفته نباید عشق و سار خانم اینا رو فراموش کنی، درست نیست. برای مادر بزرگت یه پلنی چیدم، خودش با پای خودش از دانشگاه بره، خیال تخت جونه من، سب کنو ببین واقعا. تمام، خب بریم پس من یه دونه چای نبات دپش با این بهت بدم بخوری. که من که خودت میدونی چای خوردین سم یه فشارم هم افتاد، اگه میشه یه هایپ برام بگیری ممنونت میشم. من کیف پولم هم نیاوردم، باز خندیدم بهت مجید. بدا نوکر بیا بریم بگیرم، هایپ میگیرم برات. یعنی عجب پیرزن دیدنه بود، اون نیم متر قد ببین چی داستانی درست کرده بود. این دانشگاه یه زمانی خفن بوده، الان دیگه هر اسکول یه راه میرم میاد تو دانشگاه. آخه یکی نی بگه بابا تو با اون قیافت آخه تو رو چه به دانشگاه. آره تو این هم بگم این احتمالا مقاصد خانم سالمندان آدرس رو بهش اشتباهی دارم پشت شده اومده دانشگاه. عجب روزگاریه هرچو بزن. راجبه کی حرف میزنی وزگر؟ راجبه کی کار کن؟ راجبه کی داری تو برد؟ آقایی مگه نباید احترام بزرگترتون رو گرده دید؟ خاندویج دارم میخواد مگه نباید احترام؟ تو چی میخنده دید؟ ها؟ دوباره چی میخنده؟ سیرا میزنی؟ دوباره آقا بخواد بیش تو بیا بخواد بیا بخواد بودی بخواد 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 بیا می پسر کی بود رفت داد دنبالت؟ ای ماجرش مفصل عزیزو میگم برات. چون زده گوشی منم شکونده، حالا کتکایی هم که زده هیچیه، من گوشیمو میخوام. گردن تو باید میشکوندم، آخه شما موه اینو نها کنی، اگه جرا بشه موه میریزه تو شکم یارو. خسارت موبایل میدیدی؟ خسارت موبایل؟ ببین، من پای مردونگی، پای خانواده، پای ننم، پای ناموس، پای شرف وسط باشه، به کی داری شما زنگ؟ آقا میگم اگه پای اینا وسط باشه، حتما پولشو میدم دیگه، چرا نباید به حق مردمو من بخورم؟ آ چقدر شده همون کسونه؟ 5 میلیون ببین زر میزنه تو کله چلی با دو تا کلیات با این رو حفظه اونی آقا من دیزاین بزن ساده تمام کنم. چرا آخه وقتی میتونیم درست حواد اینجا دانشگاه محیط فرهنگی عزیزم میزن ببینم موبایل تو بیا این 5 تومن مردونه الله وکیلی این 5 شده 10 تومن حداقل چرا کم میگی؟ الان برات میریزم تموم شد آقا همین الان؟ نه داداش شماقا من چی؟ کارت میاد. آره بابا بابا تو هم دماغ آمدم همین. ببین این پر رو شما. بابا دانشگاه پزشکی؟ بله بله. تو اتاق سامیار ساکن شدم و هم اتاقیاشو زیر نظر دارم. به نظرم یه چیزایی میدونم ولی سلام قربان. بابا دارم گزارش میدم هم. خواستم بهتون اطلاع بدم که ما در خوابگاه ساکن شدیم. عملیات شناسایی عوامل توزیع مواد مخدر در دانشگاه فرهیختگان از امروز آغاز شد. تمام. به کارت برسید.